نظام پادشاهی خانم عبدی به خصوص به پادشاه پهلوی همیشه در خدمت نگهبانی از این گنجینه بودند. چه مرزبان ایران زمین و چه گنجینه های فرهنگ و هنر این کشور. این پادشاه ما اویامهر بود خانم عبدی عزیز که گفت اگر دستانم را قطع کنند سند جدایی آذربایجان را امضا نخواهم کرد. این پادشاه ما بود خانم عبدی، روانشاد آریامهر بود که در مصاحبه‌ای که به مدیر مجله الحوادث چاپ بیروت داشت از خلیج فارس دفاع کرد. با اجازه شما این دو قسمت رو میخونم چون وقت هست، جمعه هم خواهد بود کنم بریزم هفته آینده. ببینیم در مورد چه شخصی میخوام صحبت کنیم. مصاحبه شاهنشاه آریامهر با مدیر مجله الحوادث چاپ بیروت 26 آبان 1352 به 2532 شاهنشاهی 17 نوامبر 1773 ترسایی. شاهنشاه ایامه اونجا اعتراض میکنند به این که نمایندگان عرب در یک کنفرانسی که در لندن تشکیل داده بودند، در اونجا این نمایندگان واژه دروغین و کاذب خلیج عربی را استفاده کرده بودند و شاهنشاه این گونه میگن، میگوید من از شخص شما میپرسم خلیج را هنگامی که در مدرسه بودید به چه نام به یاد شما دادن؟ به چه نام به شما یاد دادن؟ اسمش خلیج فارس بود یا عربی؟ چرا اصرار دارید اسامی را تغییر دهید؟ در اینجا این آقای سلیم علوازی همچه اسمایی داشتون عربی، من عربی مثل توده یا خوب نیست، مدیر مجله الحوادث بیروت اعتراض میکنه بودش، میگه هر حضرت ها واقعیت این است که نصف خلیج ایرانی نصف ایران عربی است و چرا باز فقط خلیج نخونیم؟ در اینجا شاهنشاه ایرانی پاسخ میدن، میگوید من نه در حوزه جغرافیایی نه در حوزه جمعیتی رفته میکنم، میتوانیم بگوییم 33 میلیون ایرانی در این سوی خلیج فارس سکونت دارد. تعداد اعرابی که در سوی خلیج فارس اقامت دارد چقدر است؟ ولی ایشون میگوید ولی مسئله ای نیست، موضوع بحث ما این است، چرا اصرار میورزید اسامی تاریخی را تغییر دهید؟ اقیانوس هند اقیانوس آفریقاییان نیست هست، چرا اسمان را به جای اقیانوس هند اقیانوس آفریقا نمیگذارد؟ چرا رو اقیانوس هند آفریقا نمیدارد؟ چرا این فقط اقیانوس نگوییم؟ بعد شاهنشاه ادامه میدهند خوب دقت کنید خانم عبدی، بدونید که چرا امروز رادیو بی بی سی هنوز به این شخص تحاشی میکنه. جوانان همیانان من که از در ایران صدای من رو گوش میکنید، تلویزیون بی بی سی رو تحریم کنید. شاهنشاه ادامه میدهند اول این مدیر مجله از شاهنشاه میپرسد خب این مشکل رو چه کسی به وجود آورد، اعراب یا ایرانی ها در رابطه با خلیج فارس؟ شاهنشاه آیامه میگویند خانم عبدی میگویند این مشکل را انگلیسی ها به وجود آوردند. شاهنشاه میگوید 20 سال قبل برای اولین بار نام خلیج فارس را به نام خلیج عربی در روزنامه تایمز خواندم و فورا بازی را فهمیدم. دو سال بعد به گوش خودم شنیدم که پرزیدنت عبدالناصر یکی از سخنرانی هایش میگفت از اقیانوس اطلس و خلیج فارس به نام خلیج فارس را بر زبان آورد، زیرا این همان اسمی بود که در مدرسه یاد گرفته بود. من این مثالها را برای میارم خانم عبدی. ببینید شاهنشاه آریامهر زمانی که روانشاه تیمسار آریانا سرباز این آب و خاک، زمانی که صدام حسین بجستک تازی اومد به مرزهای ایران در زمان محمد رضا شاه یک نگاه بدی کرد، یادتون هست این جمله رو شما هم میدونید با هم گفتیم، این سایان ها در پیشواز محمد رضا شاه پهلوی در فرودگاه تهران اومدن گفتن اعلیحضرت صبحانه در تهران نهار در بغداد. برای شاهنشاه ایرانی کاری نداشت جنگی را آغاز کنه و این جنگ را آغاز نکرد. چه دست اگه این جنگ را آغاز کرده بود میتونست با استفاده از حس میهن پرستی مردم ایران جلوی امیال و حلسهای خائنینی که به نام روشنفکر و سیاه فکران پلید تازی پرستی مثل آخوند و آنهایی که قبلشون مسکو و چین بود به نام تولی و ماویست با استفاده از احساسات مردم دشمنان داخلی خودشون هم سرکوب کنه. چون میدونید خانم عبدی جنگی که برای دفاع از مرز باشه
همیشه میشه از اون استفاده ابزاری و سیاسی هم کرد. تو شاهنشاهی این کار نکرد. شاهنشاهی نیازی هم نداره جنگ آغاز کنه برای اینکه از مرزهای ایران دفاع کنه. کافی بود با استدلال و منطق قوی خودش، با استفاده از نفوذی که در جهان داشت، با استفاده از نام نیکی که او برای ایران درست کرده بود، با استفاده از قدرت ارتش ایران، فقط نام این ارتش رو بیاره، میتونست بیاد و از آب و خاک ایران، از منافع اقتصادی ایران، از منافع سیاسی ایران دفاع کنه. خانم عبد اگر من و شما امروز اینجا نشستیم و چهارم و پنجم امرداد یاد میکنیم، روزی که رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی از میان ما رفتند، بذارید رو که پوست کنده بگم، همه ما رفتنی هستیم. رضا شاه هم وظیفه خودش رو انجام داد و رفت، محمد رضا شاه هم وظیفه‌اش رو انجام داد، ما ناسپاس بودیم، زود به هنگام رفت، ولی همه رفتنی هستند. همانطور که کوروش ها رفتند، داریوش ها رفتند، شاپورها رفتند، اردشیرها رفتند، یعقوب لیث ها رفتند، نادرشاه ها رفتند. ولی خانم عبدی چرا ما از اون یاد میکنیم؟ به خاطر اینکه جای اونها خالی است. برای اینکه در نمودن اونها سیاهی شب در کشور مهر خورشید سایه افکنده که امروز همه چیزها رو تاراج بردند. خانم عبدی عزیز، نه تنها به ایران و مردم ایران خیانت شد، بلکه به تمام آریایی های دنیا خیانت شد. منظورم از آریایی ها چشابی ها نیستن، آریایی فقط به اقوام ایرانی گفته میشه. این دروغ هایی که اروپایی ها ساختن رو من پشیزی روشون ازش خواهد نیستم. کسانی که حتی من رو باورنها بخواهیم برن تخت جمشید یا پارسر نگاه کنن، رخ سربازان آریایی ما رو برن، زرتشتیان ایران رو نگاه کنن، زرتشتیانی که هرگز با تازیان آلوده نشدن، برای زرتشتیانی که به عنوان پارسی از هندوستان نگاه میکنه، اقوام آریایی که در آسیای مرکزی نگاهشون به سوی ایرانه و آه میکشن که ما به اونها کمک کنیم و کمکی به اونها نمیکنیم، تاجیکهای ما در افغانستان، اقلیت فارسی زبان ما در چین، استدها که به خودشون ایرانی میگن در شمال گرجستان، دیگر اقوام آریایی که نگاهشون به ما بود و در زمان پادشاهی پهلوی با نفوذ سیاسی پهلوی از اونها دفاع میشد، امروز بی‌پناهند، نه فقط ملت ایران، جای این دو پادشاه خالی است. امروز خانم عبدی و سایر آنجا از اینها صحبت خواهیم کرد. چرا دشمنان اینها هنوز به اونها توهین میکنند و چرا دروغ میگن؟ اونها با جسم با این بدن خاک شد به خاک رفته اونا که مشکلی ندارن. خانم عبدی درسته، آن شطوری که نامشون نمیارم شما میدونید منظور من کیه، آن شطوری که در فلان تلویزیون لس آنجلسی صبح تا شب به محمد رضا شاه پهلوی فحاشی میکنه، با بدن در خاک پوسیده محمد رضا شاه که دیگه دشمنی نداره، با اندیشش دشمنی داره.